اقدام تازه مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، جهت تشویق دهاقین کشور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اقدام تازه و پند آمیز الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، جهت تشویق دهاقین کشور. جلالت ماب محترم الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، چاشت امروز شنبه هفتم سرطان سال 1399، جهت تشویق دهاقین به کشتزارهای دشت خواجه دوکه حضور یافته، از حاصلات امسال گندم اظهار خرسندی و از بابت زحمت کشی های زار این قدردانی نمودند. و این در حالی است که نوار صوتی 38 ثانیه منصوب به امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که دفتر آقای صالح آن را جلی خوانده است، در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و کاربران افغان نسبت به آن واکنش های متفاوتی داشتند. بر اساس آنچه در شبکه های اجتماعی نشر شده، در این نوار صوتی به یک مسئول پلیس شاهراه دستور داده می شود که متخلفان را در مسیر شاهراه سر بزنند. ظاهرا این نوار صوتی زمانی ثبت شده است که آقای صالح سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان بود. آقای صالح در سال 1397 برای چند هفته سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان بود، اما پس از پیوستن به تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از این سمت کنار رفت. در این نوار صوتی که ادعا شده است صدای آقای صالح است، به مسئول پلیس شاهراه گفته می شود: از والی نترس، از وکیل نترس، کسی که در شاه را استاد نکرد برایت، بزن کلش را بریدگی بیار بعد دفترم، من مسئولیت میگیرم. با آنکه دفتر آقای صالح نوار نشر شده در شبکه های اجتماعی را جلی خوانده است، خود وی بدون اشاره به این نوار کارکردهایش را در زمانی که سرپرست وزارت داخله بود در یک پیام طولانی فیسبوک بر شمرده است. در اولین روز کاریم در وزارت داخله پرسیدم که آیا کسی در قید اختطافگران و آدم ربایان قرار دارد؟ گفتند بله. امر کردند که پدر یا برادر جوان ربوده شده و اسیر نزد جنایتکاران را به وزارت بیاورند. از او خواهش کردم که تا زمانی که پسرش را از بند رهانه شده است میتواند در سکرتریت من قرارگاه بگیرد و با من باشد. با این کار نمادین میخواستم حساسیت وظیفه و مسئولیت های مرتبط با آن را لمس کنم، نه اینکه صرف در ورق بخوانم. میخواستم نشان دهم که در دوره کاری من با پدیده اختطاف برخورد جدی صورت میگیرد و ما با قربانیان این جنایت بشری تماس واقعی و انسانی برقرار خواهیم کرد و قربانیان را از عدد کشیده به چهره ها تبدیل خواهیم کرد. میخواستم ویدیوها و صداهای شکنجه و زجر را که به خانواده های اختطاف شده ارسال میشد خودم بشنم و ببینم و به این ترتیب حس جنگ بر ضد جنایت پیشه را در وجودم هر روز بیشتر پرورش داده و تقویت نمایم. پدر یک دختر جوان را که 3 نفر بر او تجاوز کرده بود و بعد او را به قتل رسانیده بودند به دفتر خواستم. عکس ها را برایم نشان داد و عکس های متجاوزین را نیز نشان داد. عکس ها را با خود داشتم تا اینکه توان اقدام را پیدا کردم. دسترخوان علیده وزیر را قطع کردم و با موجی از کارمندان و منصوبین وزارت در طعامخانه عمومی نان می‌خوردم تا بدانم نان واقعی پلیس چیست و بدین سان خود را از حلقه ها دور ساختم. با رنجر پلیس و بدون موتر زرهی به وزارت می رفتم تا به سربازان عادی پیام برسانم که خون هر دوی ما سرخ است. روزی از خانه صبح وقت به طرف ارگ می آمدم، از پسته پلیس گذشتم، تنها 3 نفر گارد با اسلحه K
کمری با من بودند. پلیس گفت این آدم مثل خود نفری معلوم می شود. دیگرش گفت او بیادر خود دیدی. برحال چند قدم که گذاشتم فهمیدند من هستم. با عجله آمده دوباره سلامی زدند. در چهارراهی حاجی یعقوب یکی از منصوبین پلیس را تشویق کردم، در حالی که با دیسپلین عسکری روبرویم استاده بود. گفت یک خواهش دارم. گفتم بفرمایید. گفت فقط می خواهم مثل برادرم از رویت یک ماج بگیرم. از دید عاطفی با لایه های زیرین پلیس وصل شده بودم. بدون استثنا با تمام قماندان های امنیت در تماس بودم. امر کردم که پلیس اوناسیه را کسی همشیره گفته نمیتواند، باید با ذکر رتبه یاد کردند. مانند مردها یکی از دلایل عمده و اساسی بلند بودن جرم در جامعه نبود و کمبود پلیس زن در کشور است. این موضوع باعث شده است که ما به 50% از نفوس خود دسترسی نداشته باشیم. قانون جسد را با جدیت مریول اجرا قرار دادم. متاسفانه در افغانستان ما چیزی به نام جسد بی صاحب داریم. میخواستم این بدعت پایان یابد و هر جسد صاحب یک داستان و یک خانواده شود و دیگر جسدهای ما را مؤسسه صلیب سرخ دفن نکنند. کابل در صدر اولویت های من قرار داشت. تمام پوسته های شهری و اطرافی را شخصا گشت زدم و عکس گیری از گشت های خود را من قرار دادم تا کار ما نمایشی نباشد. تمام بخش پیجنتون را در زیر یک سقف آوردم تا مراجعین از سرگردانی و رفتن شعبه به شعبه خلاص شوند، بلکه از یک میز به میز دیگر بروند و بس. برای این کار تالار وزارت را به تالار پیجنتون تبدیل کردم. با پلیس تفهیم کردم که وزارت مانند کوه در پشت تو ایستاده است و تو تنها نیستی. با پلیس فهماندم که فقط توجهت را یک طرف معطوف کن، مهار جنایت و جنایت پیشه. از دستگاه عقبی تشویش نداشته باش. برنامه من این بود که بیروکراسی و دستگاه وزارت عقیه مطمئن برای نیروهای پلیس باشد، نه دستگاه درد سرساز که هر چیز را به عوض ساده سازی پیچیده سازی نماید. برای اولین بار نهادهای خارجی را از داشتن سهم در مالکیت موضوعات به حمایت از موضوعات تقلیل دادم. قبل بر من تنها دفتر انکشافی ملل متحد یک بخش را در مقر وزارت در اختیار داشت که 350 نفر کارمند داشتند که از وزیر اطاعت نمی کردند. وزیر اسم ظرفیت سازی اداره در بین اداره ساخته بودند. با پلیس موظف در ساحه و سرک ثابت ساختم که وزارت پناهگاه و حامیش است. در کمتر از 3 هفته پلیس مجدداً درک کرد که اسلحه‌اش مقدس است و مطمئن شد که باید کی را نشانه بگیرد. من 27 روز وزیر بودم و پس از 34 روز جرم در کابل صفر شد. گزارش ها و ریکارد ها موجودند. روزی که گزارش را از جانشین خیش دریافتم که جرم در کابل صفر شده است، البته جرایم بزرگ مانند دزدی، قتل، اختطاف، شکنجه و چشمانم اشک آلود شد. عشقی که برایش اسم گذاشتن نتوانستم. رهبری مهم است. میخواهید شهر و کشور ما آرام شود، با پلیس، با اردو، با استخبارات باشید. اگر هدف آرامش مردم و دفاع از حاکمیت قانون و حاکمیت ملی باشد، جاسوسی افتخار است. نشر این نوار صوتی در شبکه‌های اجتماعی واکنش متفاوت کاربران را در پی داشته است. شماری از آقای صالح تمجید کرده و برخی هم صدور چنین دستور را محکمه صحرایی خوانده و استدلال کردند که بدون حکم محکمه هیچ فرد یا مقام صلاحیت چنین فرمان و عملی را ندارد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.